جلسه 19 هم شروع کنیم و می نوست سوال سوال 174 کدام عبارت درباره ترکیب رو رو درست هست این ترکیب قبلا من رس بیارم که وقتی که خیلی گرفته نشه و ما میخوایم راجع به اولین حالا گزینه صحبت کنیم یه در ساختاران حد اکثر شش اتم داره سه قلمرو رو الکترونی هم. خب الان ما اینجا نکنید یه اتم کربون اینجا نمی که یک دو سه تا قلم رو داره سه تا بازو داره پس این فعلا یه دونه اینجا خب ما یک دو سه چهار تا داریم که هیچی اینجا نیا کنید این یک کعبونی داریم که سه تا قلم داره یک دو سه تا یه دونه دیگه اینجا داریم یه دونه اینجا یه دونه اینجا سه تایی ای. یه دونه اینجا که این هیدروژن بهش چسبیده اینم به همین ترتیب و خب مسلما ما فعلا هفت تا داریم پس جمله اول که جمله درستی نبود جمله دوم میگه شمار اتم های کربن آن با شمار اتم های مولکول اکتان یکسان است چند تا کربون داریم؟ یک اینجا دو تا سه تا چهار پنج شیش هفت هشت نه تا کربون ما داریم اکتان چند تا داره؟ هشت تا داره پس این تو من برابر نیستن بریم سوال سه میگه با جایگزینی اتم اکسیژن اکس، اتم اکسیژن گروه اتر در آن با گروه انهاش یک مشتق آلفا آمینو اسید به دست میده بچه آلفا آمینو اسید یعنی چی؟ ما آیا چیزی بنامه آلفا آمینو اسید داشتیم توی کتابمون خیر گفتم قبلا بهتون بچه ها ممکنه که در کنکور سراسری ما معمولا به یک گزینه ای بر بخوریم که هیچ اطلاعاتی راجبش نداریم چی کار باید بکنیم؟ اونو باید بذاریم کنار و بریم گزینه های دیگر رو اگر تونستیم با رد گزینه به اون سوال جواب بدیم پس بنابر این ما اگر گزینه دیدیم که هیچی راجبش نمیدونستیم میذاریم کنار یه تجربه دیگه هم قبلا بهتون یاد دادم و اون که اگر اون که گفته کدوم که جمعیت درست است توی یکی از گزینه‌ها ما مسئله داشتیم مسئله رو میذاریم که رو به بقیه رو حل میکنیم اینا دیگه تجربیاتیه که به دست من راجع به کنکور سراسری دارم صحبت میکنم کنکور آزمایشی اصلا این استاندارد را رعایت نمیکنن به هیچ وجه و متاسفانه تو استاندارد کنکور خیلی خیلی مشکل دارن فاصله خیلی فاحشی دارن با استانداردی که تو کنکور سراسری در رعایت میشه ولی تو کنکور سراسری پس یادتون باشه که این اتفاق قراره که وسطتون بیفته پس بریم سراغ چهارمی سومی نمیدونیم درست یا غلطه میدونیم سراغ چهارمی چهار یه مجموع شمار الکترون های ناپیوندی اتم های کلور در آن خب اینجا نگاه کنید یک دو سه چهار پنج شیش تا داریم یک دو سه چهار پنج شیش پس جفت داره بسیار خوب کمتر از مجموع شمار الکترون های ناپیوند در اتم اکسیژن است یک دو سه چهار یک دو سه الان یک دو سه 5 6 جفت اینجا هم شیر نه دقیقا با هم برابرن پس بنابراین جمله چهارم غلطه و اون سه که رد کردیم با هم دقیقا این سه درست بوده و ما میتونیم صد گزینه سه رو با جرعت علامت بزنیم توی پاسخ نمون فقط بدونیم که آلفا آمین اسید چی هست ببینید ما بعضی ما دیده شده که یه سه از مولکولا هست که یه کربونی هست که یک طرفش گروه آملی کربوکسیل اسیده یه طرف دیگه هم چی داریم ما یک گروهی داریم که به این صد گروه آمینی داریم ما معمولا آلفا ها این طرف هاشه و اون طرف حالا میتونه کربن هیدروژن باشه که ساده ترین اینا اینه که اینجا هیدروژن باشه که بهش میگیم گریسین و میتونه اینجا انواع اقسام حالا کربن هیدروژن اینجا داشته باشه ولی آلفا آمین اسید دقیقاً اینن که یه هیدروژن دارن یه طرف گروه کربوکسیل طرف گروه آمینی و به خاطر بهش میگن آمینو اسید که تو کتاب اصلا معرفی نشده فقط میخواستم جهت اطلاعات عمومیتون من راجع گزینه 3 صحبت بکنم که واقعا اگر ما تو گروه اتری اگر این اتفاق بیفته و به جاش ما بیایم گروه انهاش قرار بدیم میتونیم دقیقا الان این همین سی ما خواهد بود اینجا انهاش ما این ور هست سی او هم که این ور ما داریم و میتونیم به راحتی بگیم که یک الفا اسید مشتقش البته خواهد سوال 175 میگه درباره ترکیبی با ساختار مولکولی روبرو که بازم شکلش رو قبلا کشیدم کدام مطلب درست است میگه به خوبی آب حل می شود اکثرش نگون کربن هیدروژنه و وقتی کربن هیدروژن اکثرش ما اینجا دیگه نمیتونیم راجعش این رو بگیم بس تو آب خیلی خوب حل نمیشه و حالا دو تا گروه داره که اینا قسمت های قطبی شن پس در مقابل ناقطبی که کربون خیلی اندام نمیتونن بکنن پس تو حل نمیشه یک غلط دو میده داره گروه عاملی کتونی و استری هست کتون این درست این کتونه الان جوریه که یا گروه کربونیل بهتره بگیم اینجا ما وقتی داریم سی او اون طرف کربونه میشه گروه کربونیل که بهش کتونی هم میگن اینجا ما اتری داریم او کربن کربن اتری استری نیست پس برای این گزینه دو هم ما رد میکنیم سه میگه حد اکثر 16 تا در آن داره سه قلم رو الکترونی اند. بریم ببینیم که چند تا وجود داره ببینید اینجا قبلا گفتم اینجا یک دو سومیش هیدروژن پس این هست این سه تا داره سه تا سه تا اینجا نکنید یک دو بازم سه تا رو خواهد داشت اینجا یک قلم رو دو قلم رو سه قلم رو رو داریم براش خب الان بریم سراغ این که بازم ستاییه اینجا نگاه کنید یک دو اینجا هاشتو بهش بسته چهار تا قلم رو داره پس این نمیتونه باشه ولی این هست اینم میتونه باشه بازم این چهار تاییه نمیتونه باشه اینجا یک دو سه تا داره بله اینجا بازم به همین ترتیب سه رو خواهد داشت اینم سه تاییه اینجا بازم ما یه کربون پیمت دوگانه بله درسته سه تا اینم سه تا سه تا و سه تا و اینم سه تا خب بشمیم چند تا شد یک دو سه چهار پنج شیش هفت هش ده یازد دوازد سیزده چهارده پونده هفده تا پس غلط شد بنابراین گزینه سه هم غلطه و فقط گزینه چهار قاعدتان باید درست باشه که ببینیم ببینیم که آیا این مطلب درست هست که 20 مولکول سه او دو داره تشکیل میشه از سوختنش خب ببینیم چند تا کربن ما داریم 17 که با اونجا شمردیم اینجا میشه 18 19 20 تا اینم که الان شاخی داریم این 20 تا کربونه ما یه فرمولی داریم بچه ها الان که 20 تا کربن داره هیدروژنش هر چی میخواد باشه اصلا X تا اکسیژنش هم دو تاست وقتی این بسوزه به سوزه با ما چی میده؟ CO2 و H2O مطمئنا یک ماده آری هست. موازنش بکنیم یا کنید 20 تا کربن اینجا ضریبش قطعا 20 میشه. به هیدروژن اکسید اصلا کاری ما نداریم. بنابراین اگر یک مول از این بسوزه مطمئنا 20 تا از این تولید خواهد شد. پس بنابراین چهار گزینه ای بوده که گزینه درست ماست و میتونیم 175 گزینه 4 رو براش علامت بزنیم. سوال 176 فرمول مولکول اتیل بوتانوات اتیل بوتانوات بچه ها یک استر میدونیم دیگه ما قسمت این برش میدونیم اتیل یعنی اونجا که به اوتکیه چسبیده و این برم ما چی خواهیم داشت یک چهار کربون داریم پس همچین مولکولی رو خواهیم داشت به این میگیم ما اتیل بوتانو آت که خب حالا بریم چی از ما میخواد میگه که فرمولش چیه خب یک دو سه چهار پنج شیش تا کربن داره فرمولش میشه سه شیش هیدروژنش یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده این هم نکشن دوازده تا میشه برای ما هیدروژنش او هم که میشه دو تا خب الان هم گزینه یک درسته هم گزینه چهار ظاهره میگه داره گروه عاملیه خب گروه عاملیش که اینه دیگه گروه عاملی استری هست و گروه استری فقط ما تو گزینه چهار میتونیم شاید باشیم و میگه تعداد پیوند سی سی در آن برابر چند تاست قاعدتا باید چهار تا باشه چون هم یک هم چهار دیگه چهار داره عنوان میکنه سی سی این یه دونه این دو تا سه تا و چهار تایی که پیوندهای سی سی اینجا وجود خواهد داشت پس 176 گزینه چهار میتونیم بگیم که گزینه درست من خواهد بود بریم سراغ سوال, سوال 177 میگه در شکل مقابل این شکل رو داریم چند گروه آمری مشاهده میشود و فرمول مولکولی آن چیست خب اول بریم گروه های آمریش گروه آمری اینجا ما یه دونه خواهیم داشت که این گروه آمری اسمش چیه بچه این گروه گروه استر هست یه گروه آمین اینجا داریم یه دونم اینجا داریم که سی او هاشه بینیم گروه آمید اینجا ما یک گروه داریم بهش میگیم گروه اتر و اینجا هم که گروه کربوکسید رو براش خواهیم داشت یک گروه عامل آمل دیگه من سراغ ندارم و یک دو سه چهار پنج تا خواهیم داشت توی گزینه پس یا گزینه یک دو سه یا گزینه, دو, سه یا گزینه. یه دو خب اینجا به ما میگه فرمول مولکولی آن چیست فرمول مولکولی واسه قبلا یه نکته گفته بودم راجع به فرمول مولکولی ها برای همچین مولکول هایی که ما کربن نیتروژن اکسیژن به راحتی میتونیم بشماریم موضوع ما هیدروژنه هیدروژن یک رابطه بهتون گفتم و واسه چون اثبات کردم انتظار دارم که خیلی حفظش نکنیم ما یه تعداد کربنمون این تا باشه تعداد هیدروژن بود دو n به اضافه 2 یعنی پایه‌مون رو قرار دادیم چی پایه‌مون گفتیم آلکان باشه مونتا ما اگر اینجا حلقه دیدیم یا پیوند دوگانه دیدیم و دو برابر پیوند سگانه ازش کم میکنیم نیتروژن ها رو بهش اضافه میکنیم و هالوژن ها رو دوباره ازش کم میکنیم این رابطی بود که قبلا راجع به تعداد هیدروژنها ها خدمتون گفته بودم خب ما اینجا پس تعداد کربن ها رو بیاییم بشماریم تعداد کربن ها یه دونه این دو تا سه چهار پنج شیش هفت هشت دیگه اینجا نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده و اینجا هفده تا ما کربن خواهیم داشت خب همین الان بین یک ودویی که ما شک داشتیم خب گزین یک قطعا گزینه درستیه ولی من میخوام تدا هیدروژن ر وسرتون به دست بیارم چون تو گزین او 1د اوشه م دو قطع میخام تعدا هیدروژن باسادهون به با دست بیارم ما پس سیموش س سی 1ه سی دو سا هیفده تا ه تا ۳4 به اضافه دو میشه ۳ من های دو برابر چند تا حلقه دارم میبینم یک دو تا حلقه پیون دگانه چندتا داریم میبینیم یه دونه پیوند دوگانه اینجا داریم COOH همین دوگانه داره ببینید این جوریه دیگه COOH او او دو تا پیوند دوگانه 3 4 5 6 تا پیوند دوگانه داشت پس به اضافه 6 تا می‌بینید که الان پیوند دوگانه میتونه کربن کربونی بشه یا میتونه کربن اکسیژن فرقی نداره سه گانه من ندارم نیتروژن دو تا داریم به اضافه دو هالوژن هم ندارم 2 6 میشه 8 هشت. دو هشت تا 16 تا 36 منهای 16 میشه 20 با دو میشه 22 که تو گزینه یک هاش 22 رو دیگه دقیقا دارم میبینم و مطمئنم که گزینه یک گزینه درست من خواهد بود بریم سراغ سوال 178 میگه در کدام دو ترکیب تعداد اتم کربن یکسان نیست بسیار ببینید ما مثلا داریم همین اتیل بوتانات، اتیل بوتانوات بچه دو تا برای ببین اگر من یه استر رو در نظر بگیرم به این شکله این اتیل این بر بوتانوات پس میفهمم که اینجا دو تا داشته اینجا چهار تا رو هم دیگه میشه 6 تا خب تو گزینه یک الان اتیل بوتانوات 6 تا داره متیل بنزن بنزن خودش چند تا داره 6 تا داره متیل هم یک کربن از میشه 7 تا پس تو گزینه یک اولی 6 تا داره دومی 7 تا همین گزینه یک پس بعد باشه تو دومی فرم آلدوید فرم آلدوید یعنی الان ساده ترین آلدوید که یک کربن بیشتر نداره فرمولش اینطوری بود فرم آلدوید این الان برای ما میشه فرم آلدوید درسته یک کربن داره و پس یک کربن داره اون یکم هم که یک کربن داره میدونیم پس دو یکسانه سومی دو هپتانون هپتانون رو کربان شماری دو فقط یک یه کربن یه داریم که دو دوگانه با او داره هفتا کربنش که مسلمه که هست توی دو اتیل پنتان یا پنتان پنتان که پنج تا داره یه شاخه دو کربان هم داریم پنج تا دو, دو تا میشه اینم هفتا پس اینم هم با هم برابره و گزینه چهار متیل آمین آمین تری آمین یعنی یک ان که سه تا کوامش و سه تا کوام بیشتر نداره پس این سه تا داره و بعدیش پروپین پروپین سه تا کربن داره که اینجا ما یه دونه از حالا پیوندمون سگانه هست پس اینم سه تا کربن داره بنابراین جز گزینه یک بقیه کربناشون با هم برابره پس بنابراین سال 178 همون گزینه یک گزینه صحیح من خواهد سوال 179 مییه فرمول مولکول ترکیب زیر کدام است و در اون کدام گروه های عاملی دیده می شود خب اول بیایید با هم حساب بکنیم که چه فرمولی داره بچه اگر یک نگاهی بکنیم به خود گزینه ها تو همشون کربن 14 تا است اکسیژن 5 تا و نیتروژن 2 تا بنابراین من یه نیاز به شمردن کربون ها ندارم چهارده تا قطعه کربن کربون داریم و فرمولش رو میخوایم به دست بیاریم فرمولش رو چند دقیقه پیش واسه نوشتم دیگه یه بار دیگه حالا بگیم اینا سی چهارده پس ما داریم میشه دو اینه به اضافه دو تا پس میشه فعلا سیتا تا من های دو برابر تعداد حلقه یه حلقه داریم پیوند دوگانه یک دو سه چهار پنج تا پیوند دوگانه و اینجا ششمیه. اینجا گفتم بازم سی او هاش حواظ باشه شش تا پیوند دوگانه خواهیم داشت پیوند گانه نداریم نیتروژن دو تا داریم پس به اضافه دو تا نیتروژن هالوژن هم نداریم یک باشیش میشه هفت دو هفتا چارده تا سیمن های چارده میشه با دو هجده پس هاش هم برابر هجده خواهد بود پس یا گزینه یک درسته یا گزینه دو حالا میگه که کنیم از گروه عاملی دیده میشه خب گزینه یک رو بررسی کنیم گروه استری گروه استری بله اینجاست این دیده میشه گروه استری داریم گروه کربوکسیل که همین سی او هاش وجود داره گروه آمین اینجا هست و گروه آمید هم بله انهاش هاش سی من دوگانه با او داریم پس الان آمیدی و آمینی و کربوکسیل و گروه استری پس گزینه یک هر چهار تاش دیده میشه گزینه دو رو بررسی کنیم میگه کربوکسیل که خب دیده میشه آمینی هم دیده میشه آمیدی و هیدروکسیل اینجا هیدروکسیل بعد ببینیم هست یا نه هیدروکسیل به صورت اوهاش دیگه که ما اینجا هیچ اوهاشی نمیبینیم پس بنابراین گزینه دو هیدروکسیل کار خراب کرده پس 179 میبینیم که گزینه یک گزینه درست ماست سوال 180 میگه کدام مطلب در مورد ترکیبی که ساختار مولکولان نشان داده شده است درست نیست خیر میگه داره گروه عاملی آمین استر و الکل خب آمین داریم اینجا گروه آمین اینها این ان که به که کربن متصل این آمینیه دیگه گروهی که استر بخواد باشه سی او او اینا ها این گروه گروه استر خواهد بود و گروه الکل اوهاش پس یک مشکلی توش نداریم یک درسته دو میگه داره 11 جفت الکترون ناپیوندی در لایه ظرفیت اتم هاست بشماریم ببینیم چه شکلیه خب اینجا اکسیژن یک دو تا داره اینجا بازم به همین تا دو جفت داره ان او دو چه شکلیه من درستش بخوام بکشم چون ان او این شکلی در حقیقت یه پیمان دوگانه با او داریم یه دونه هم داتیو خواهیم داشت این ان او به این شکل قبلا رسم کردیم خب دیگه اینجا نداریم یه دونه نیتروژن الان سه تا پیوند داره پس یه دونه اش ناپیوندی اینجا که اکسیژن دو تا خواهد داشت دیگه ما چیزی قاعدتا سراغ نداریم برای این کار بشماریم یک دو سه چهار پنج شیش هفتش نو ده یازده دوازده جفت ناپیوندی داریم به اینجا گفته یازده تا پس گزینه دو فعلا گزینه غلط ماست اما دو دیگه رو بررسی کنیم میگه داره هشت اتم با سه قلم روی الکترونی پیوندی مسطح میباشد خب الان اونه که سه تایی هستن اینجا که سه نیست اینجا دو تاییه بازن با دو تا میشه چهار تا اینجا نیاکنید کنید اینجا الان یه دونه داریم که یه پیوند دو پیوند ست پس یه دونه ست ای اینجا وجود داره یه نیتروژن اینجا داریم که شکلش داریم میبینیم که ستایی هست اینجا سه تا سه تا سه تا ست تا ببینید الان چرا این ست تا چون هر به یه هیدروژن متصل دیگه اون هست و دیگه سه تا ای این هم که چهار تا قلم رو داره همینه یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشتا درسته کاملا منطقی پس سیکید هیچی چاره مثلا فرمولش درسته منتها ما خودمون به دست بیاریم فرمولش که چی هست برای به دست آوردن فرمول کربونا رو بیایید بشماریم کربون ها این که پیمس سگانه قطعاً با ان خواهد داشت و با حالا سی هم میتونه داشته باشه سی با سی داره اینجا هم دو تا پس یک دو این سه تا چهار تا کربن پنج تا دیگه 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 کربن ما تو این داریم می‌بینیم 16 کربونه پس دو ان به اضافه دو الان دو 16 تا میشه 32 و دو میشه 34 من های دو برابر حلق دو تا داریم پیوند دوگانه یک دو سه چهار پنج تا خواهیم داشت این به اضافه 5. مینایی دو برابر سگانه یه سگان اینجا داریم پس دو تا یکی میشه بازم دو تا و حتی نیتروژن ما یه دونست با دو تا دو تا نیتروژن هالوژن نداریم خب اینجا دو دو میشه چهار چهار و پنج میشه نه دو نه تا اینم هجده تا سی و شیش هجده میشه شونزه با دو میشه هجده پس فعلا هاش هم باید 18 باشه که تا حالا درسته نیتروژن هم دو تا داریم اکسیژن هم یک دو سه چهار پنج تا خواهیم داشت پس فرمول ما کاملا درسته یعنی سه شونزده هاش هجده ان و او پنج خواهد بود پس گزینه چهاره هم میرونیم گذینه درستی بوده و همون گزینه دو رو برای این سوال بعد ما تو پاسخ علامت میذاریم بریم سراغ سوال 181 میگه با توجه به ساختار داده شده کدام عبارت نادرست است یک فرمول مولکولی B به صورت C13H18O2 سی، خب بشماریم کربن چند تا داریم یک، دو، 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 پس C13 سی، که هست اینجا دو تا بیس و دو تا تا میشه 26 با دو میشه 28 منهای دو برابر حلقه یک دونه داریم پیوند دوگانه یک دو سه چهار تا خواهیم داشت یک و چهار میشه پنج دو و پنج میشه ده بیستش منهای ده میشه هاش هجده اکسیژن که دو تا داریم پس فرمول مولکولی بی که درست عنوان شده می فرمول تجربه ترکیبه ها به صورت سی هفت هاش شیش او دوه فرمولی پس باید به دست بیاریم یک دو سه چهار پنج شیش 7, 8, 9, ده، 11, 12, سیزده و 14 تا کرمون داریم پس 14 که هست دو چارده تا بیسه با دو میشه سی منهای های دو برابره دو تا حلقه داریم یک دو سه چار پنج شیش هفت تا اینجا ما پیوند دوگانه خواهیم داریم سه گانه نداریم هالوجن انم نداریم دو هفت میشه نه دو نه تا هیچده تا سه من میشه دوازه پس میشه هاش اکسیژن هم یک دو سه چهار تا داریم فرمول تجربی یعنی همه رو به یک عددی ما بیایم و تقسیم کنیم الان همشون به دو ساده میشه، پس میشه سی هفت ها شیش او دو که دو هم پس جمله جمله درستیه سه میگه در ساختار آ یک عامل اتری آ اینجا یک عامل اتری اینجاست بله که اکسیژن کربن کربن طرفشه دو گروه هیدروکسیل یک دو تا گروه هیدروکسیل داریم درسته و یک گروه کربونی سی سی و اینجا سی پیوند دوگانه با او داره که این طرف اون طرفش الان کربون است پس سه هم درسته فقط اون چهار دیگه چهار میگه در ترکیب بی داره چهار جورت ناپیوندی. ناپیوندیه پس ما چهار رو میتونیم علامت بزنیم بدون که اصلا بخونیمش ولی میخوایم دوره کنیم میگه در ترکیب بی چهار جورت ناپیوندی وجود داره خب اینجا یک دو سه چهار تا درسته و ترکیب آ داره دوازده کمان بارایش مسطح مسطح یعنی سه تا قلم رو خواهیم داشت ببینیم الان اونه که سه تا قلم رو دارن خب اینجا چهار تا داریم چهار تا اینجا بازم چهار تا همینه چهار قلم رویه یه دا اینجا داریم یک دو تا این سه تا چهار تا پنج تا شیش تا اینجا هفت تا سه قلم روی داریم و دیگه سه قلم رو ما قاعدتا نخواهیم داشت و طوریه که خب دوازده تا کربن بارش مسطح خب اصلا اینجا اگر منظورش این باشه که ما بخوایم حالا اه یک سه قلم روی داشته باشیم خب در این تعداد اشتباس و سوال صده شده همین گزینه چهار رو میتونیم به گزینه ای که نادرسته سال علامت بزنیم سوال 182 تکیم مقابل یک خب الان تکیه مقابل من رسم کردم قبلا اینجا میگه یه اتر یا یک کتون گزینه یک کدوم میگه اتر گزینه سه و چهار کتون خب اینجا ما گروه اتر نداریم بچه گروه اتر به این صورت بود این برمارش کربون وجود داشت خب همچنین گروهی نداریم اما این گروه الان میگه یک گروه چیه کتون خواهد بود پس یا گزینه سه درسه یا چهار و میگه با پنتانال ایزومره یا یک پنتانول بچه این رو بدونیم این به عنوان یک نکته خیلی خیلی مهمه که اولا ایزومر یعنی چی؟ ایزومر یعنی این که فرمولاشون یکیه ولی ساختارشون هم متفاوت. الکل ها و اترها با هم میتونن ایزومر شن. آلدوید با کتون میتونه ایزومر شه. و یک اسید با چی؟ با یک استر ما نمیتونیم مثلا یک الکل یک آلدهی با هم ایزومر در نظر بیاره. مثلا یک اسید رو با یک کتون یا اسید رو با یک اتر نمیشم چیزی گروه هایی که با هم به صورت حالا ایزومر هستن این سه دسته هستن خب الان دیدیم که ما یک کتون داریم و حتما کتون ها باید با یک آلدهید بیاد و ایزومر بشه و خب قاعدتا یک پنتانول یک اینجا الکل هست پنتانول آلدوید پس من گزینه سه گزینه درست من خواهد بریم سراغ سوال 183 میگه کدام مطلب درباره ترکیب و ساختار مقابل نادرست است این ساختار رو ما داریم میگه فرمول شیمیایی به صورت سی 12 H12 o است خب ما یه بار طولانی میدونیم برای اینکه ما حساب بکنیم فعلا میذاریم کنار اینو چون که یه مدت زمان بره اگر نیاز شد سراغ یک خواهیم اومد پس فعلا نحوه برخورد با تست رو یاد بگیریم و بعد قطعا فرمولش رو با هم حساب میکنیم ببینیم که چجور با اصلا تست برخورد باید بکنیم و بعد بریم سراغ این که حالا کار آموزشمون انجام بدیم پس اگر ما میخواستیم تو کنکورنت سوال جواب بدیم یک رو فعلا میذاریم کنار های بعدی رو بررسی می‌کنیم میگه داره گروه‌های عاملی هیدروکسیل هیدروکسیل یعنی اوهاش درسته اتری الان اتر خب ما اینجا نکنیم یه کربونی اینجا یه استر داریم اتر اینجا نداریم بنابراین غلط میشه و استر این استر اینجا داریم گفتیم که کربونیل گروهش بنابراین چون اتر نداریم همین دو گزینه ما بوده و نادرست ماست پس میبینید اصلا نیاز نبوده که یک رو بررسی بکنیم اما سه و چهار رو بررسی کنیم میگه بین مولکول‌ها امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دارد ما میدونیم که اگر هیدروژن به یکی از اتم های فلور و اکسیژن و نیتروژن وصل باشه میتونه پیوند هیدروژنی مولکولاش برقرار بکنه که الان هیدروژن به او چسبیده پس برنامه این پیوند هیدروژنی میتونه داشته باشید و میگه داره هشت جفت الکترون ناپیوندی ناپیوندی ها خب واسه اکسیژن چیزی ناپیوندی نداره دو تا اینجا داریم اینجا دو تا دو تا جفت و اینجا دو تا جفت چهار تا اکسیژن داره هر کدوم دو میشه هشت تا می هشتا پس بنابراین درست هم هست ولی بیا فرمول اینو حالا حساب بکنیم به عنوان کار خودمون دیدیم با رابطه به چه شکل بود اول کربنها ها رو بشماریم کربن ها رو من با این رنگ دیگه قاطی نشه بشمارم اینجا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده و دوازده تا کربن داریم پس سی دوازده رو که قطعا داریم حالا برای هیدروژن ها دو به اضافه دو میشه بیست منهای دو برابره حلقه یک دو تا داریم پیوند دوگانه یک دو سه چهار پنج تا اینجا ما پیوند دوگانه پیوند گانه نداریم نیتروژن نداریم همینطور هالوژن دو پنج میشه هفت دو هفتا چارده تا بیس و شیش منهای چارده میشه دوازه پس هاشم دوازه است اکسیژن هم یک دو سه چهار تا دا داریم او چهار که دقیقا داریم میبینیم که فرمول شیمیایی پس درست بوده و همون گزینه دو برای سوال ساده شده سه گزینه درستی بود که باید علامت میزدیم بریم سراغ سوال 184 میگه کدام یک از مطالبی در مورد ترکیب مقابل نادرست است بازم نادرست گفته میگه نامان آسپارتام است بچه ما نمیدونیم اصلا اسم این چیه و گفتم جز مواردیه که فرض کنیم اگر نمیدونیم چکار میکنیم این یه مورد میزنیم کنار بقیه رو بررسی میکنیم ببینیم آیا درست هست یا نه یا فرمول شیمیایان C14 H16 N2 5 بسیار خوب. ما برای اینکه بتونیم حالا این رو بررسی بکنیم اول کمالش رو باید بشماریم اما نحوه برخورد با تست به چه شکل باز هم یه کار طولانی داریم واسه که بشماریم ما اگر بخوایم درست عمل کنیم دور هم باید بذاریم کنار اول میگم گزینه رو یکی یه دونه بررسی بکنیم اگر نادرستشون نبود حالا میریم سراغ اینکه یکی یکی بقیه رو بررسی بکنیم خب پس یکو گوشیم کنار این موضوعی دورم فعلا میذاریم کنار چون کار طولانیه سه میگه داره گروه عاملی آمیدی آمید بچه ها به این شکله من این رو یه تاکید بکنم خیلی از بچه دارم اشتباه میکنن آمید به این صورتیه این ان به کربونی وصله که به دوگانه با او داره بچه ها مثلا این آمیدی نیست این کربون الان به این کربون متصل شده در صورتی که کربون و نیتروژن بعد مستقیم به هم بحث بشن اما اجازه کنید این که دقیقا به نیتروژن وصل شده پس گروه آمیدی ما الان این گروه گروه آمیدیه گروه آمیدی رو ما خواهیم داشت گروه اتری گروه اتری الان اگر بخوایم داشته باشیم ببینید اینجا گروه گروه چیه؟ استر چون سی او, او داریم کربن کربن این استر اینجا که کربوکسین چون که دیدیم که مثلا آمید بود اگر اینجا بخوایم بررسی کنیم میشه آمینی پس بنابراین باز هم ما اتر نخواهیم داشت و قاعدتا ما غلط رو پیدا کردیم بدونی که ما یک و دو رو بخوایم بررسی کنیم پس ببینید استاندارد کنکور بسیار چه شکلی هم؟ که ظاهر امر اینه که ما بعد الان یه فرمول شیمیایی میادیم حساب میکردیم و بعد اسم آسپارتام رو میرسیم. ولی خب با یک ترفند خیلی ساده تونستیم به گزینهمون برسیم قاعدتا و به این شکل بعد عمل کنیم قبلا گفتم بازم دارم میگم مثلا تو کنکور سراسری یه بار این سوال اومده بود که چهار تا گزینه بود سه تاش مسئله بود گفته کلمه که زیر غلط هست سه تاش مسئله بود. بعد جمله چهارم جمله فوق العاده ساده که راحت میتونیم غلط بودنش شما مشخص بکنیم در هم گزینه چهارم جواب ما بوده پس بنابر این کاری که طولانی هستن تو گزینه‌ای که میگه چند مورد درست است غلط است اینو میزنیم کنار اونایی که میگه برای ما کدام جمله درست است غلط است اول اونه که تونه میذاریم کنار اگر مجبور شده میره سراغ بعیده معمولا از این جور حالا کارهایی که تونانی توی چند مورد درست است غلطه تو کنکور سراسری استفاده نمیشه درست برعکس کنکورهای آزمایشی که دیده شده که خب خیلی بی صورت گرفته بود که چهارتا جمله داده شده بود چهار تاش مسئله میگه چند مورد درست است یعنی شما چهار تا مسئله تو یک سوال باید حل بکنید خب مشخص که طرح اصلا استاندارد کنکور رو نمیدونه چیه و استاندارد بلد نیست چون قطعا اینا قصد اذیت کردن شما رو که ندارن مطمئنا نمیخوان شما رو اذیت بکنن بنابراین چیزی که هست میگه ما به این شکل با حالا کارمون برخورد میکنیم و با تستمون برخورد خواهیم کرد ولی خب یک و دو و رو بررسی خواهیم کرد آسپارتام اسمش هست فرمول رو به دست بیاریم ببینیم که الان فرمول چی خواهد شد کربونا رو بشمارم اینجا یکی کربون دو تا سه تا چهار پنج شیش خود اینجا شیش تا میشه دوازده تا سیزده و چهارده تا کربون رو پس ما اینجا خواهیم داشت برای هیدروژنش دو این به اضافه دو میشه سی تا من های دو برابره تعداد حلقه یکی داریم پیوند دوگانه یک دو سه چهار پنج چون اینجا سی او او هاشه بازم تاکید میکنم شیش تا پس پیوند دوگانه داریم به اضافه شیش نیتروژن دو تا داریم به اضافه دو هالوژن نداریم یک و شیش میشه هفت دو هفتا چارده تا سی تا ازش سی چارده کم میشه میشه برای ما الان شونزده با دو میشه هجده پس هیدروژن هجده هست انمون دو تا داریم ان دو و اکسیژن یک دو سه چهار پنج تا داریم او 5 که دقیقا داریم میبینیم که همین فرمول آسپارتام رو تو گزینه دو داریم گزینه چهار میگه بین مولکولار امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دارد تو سوال قبل گفتم بهتون که الان هیدروژن اینجا نیا کنید با میتروژن در ارتباطه پس بنابراین امکان تشکیل پیوند هیدروژنی کاملا هست و میتونیم پیوند هیدروژنی تو اینجا داشته باشیم پس 184 گزینه 3 گزینه درست ما بوده سوال 185 میگه با توجه به ساختار مقابل کدام عبارت درست است بسیار میگه یک آمید محسوب میشه سی او بلا فاصله ان این گروه گروه آمیدیه درست ما مشکلی باهاش نداریم میگه که پس همین گزینه یک بعد درست باشه ولی تا دیگه هم بررسی کنیم با هم میگه یک عامل آمینی و یک عامل فنولی دارد اینجا عامل آمینی خب ما نداریم این نیتروژن که داریم میبینیم جز گروه آمیده گروه آمین نیست بعد ما اصلا بچا گروه منو فنولی نداریم اصلا ما گروه هامون اگر بخواد باشه این گروه هیدروکسیله که اینجا وجود داره درسته حالا فنول اصلا این ماده است این رو در جریان باشیم که یک حلقه بنزنی اگر باشه بهش اوهاش بشه ما بگیم فنولی گروه نیست این حالا بخوایم به چیزی چسب ولی خب الان حداقل میتونیم بگیم که ما آمین نداریم بلکه آمید داریم به خاطر همین خب دو غلطه می فرمول مولکولی آن س 8 h 9 o 2 هست خب کربوناشو بیاد بشماریم من فرمولشو به دست بیاریم قاعدتا فرمول باید غلط باشه دیگه فرمول حقیقیشو رو دست بیاریم این یک دو تا سه چهار پنج شیش هفت هشت ما کربون داریم اینجا هشت تا رو پس گفته درسته دو اینه به اضافه دو دو هشت میشه هجده منه دو برابره تعداد حلقه که یه دونه است پیوند دوگانه یک دو درسته اینجا سه تا و نیتروژن هم یه دونه داریم دیگه بقیش حل پس میبینید بچه تعداد اکسیژن اصلا هیچ نقشه تو هیدروژن های ما ندارن و این خیلی نکته مهمیه الان یک یک و میشه چقدر چهار دو چهار تا هشت تا هیچده منایش میشه ده با یک هاش یازده باید بشه اینجا هاش رو چقدر گفته؟ نه تا پس بنابر این غلط بوده دیگه او که بعد دو تا هست نیتروژن هم یه دونه پس هیدروژن اینجا مشکل ساز برای ما بوده و میگه در ساختار گزینه 4 میگه در ساختار یک عامل کتونی ما داریم اگر کسی داره این عامل کتونی میبینه اشتباه چون این نیتروژن ندیده اینجا کلا گروه آمیدی خواهیم داشت و این سی او مربوط به گروه آمیدیه نه کتون برای کتون باید دو طرف حتما کربن باشه پس بنابراین سوال 185 همون گزینه یک گزینه درست ما خواهد بود اما آخرین سوال این بخش سوال 186 میگه درباره مولکول روبرو کدام گزینه درست است این مولکول رو ما داریم گزینه‌ها رو بررسی کنیم میگه ترکیبی آروماتیک از خانواده اسیدها میباشد ترکیب حالا آروماتیک ها. چون من دوگانه تو حلقه داریم اما گروه اسیدیش رو ما نمیتونیم ببینیم جا هیچ گروه اسیدی انگار وجود نداره و سی او, او هاشی من نمیبینم بنابراین اولیش که فکر نمیکنم درست باشه دوم میگه فرمول مولکولی آن C11 هاش 12 او 4 است میذاریم آخر سر چون طولانیه سه میگه با به سه مولکول هاش به یک ترکیب سیر شده تبدیل می شود خب الان شما اگر دقت تعداد پیوند هایی که دوگانه هستن الان چند تاست یکی دو تا پس بنابراین ما دو مول هیدروژن اگر بگیریم میتونیم چیکار بکنیم میتونیم اینو به یک ترکیب سیر شده تبدیل کنیم اگر هم بخوایم پیوند دوگانه اورم در نظر بگیریم خب دو تا اینجا می میخواد به هر حال یا دو تا یا چهار تا دیگه حد اکثر چهار که حالا ما معمولا اینو حساب نمی کنیم. بنابراین سه تا نمیتونه باشه پس سم رد میشه چون میگه داره سی پیوند کووالانسی و 16 الکترون ناپیوندی است خب ما الان بین دو چهار پس یک شواهد حساب بکنیم که متوجه بشیم بریم سراغ اینکه فرمول مولکول رو حساب کنیم شاید بهتر باشه بریم سراغ کربنامون یک اینجا دو تا سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده و یازده تا کربن داریم پس سی یازده رو داریم یازده دو تا یازده تا میشه بیست و دو با دو بیست و من دو برابره دو تا حلقه داریم اینا هر حلقه, حلقه حساب میشن پیوند دوگانه یک دو سه چهار تا داریم سگانه که نداریم نیتروژن و نداریم دو, چار میشه، شیش، دو شیش و چار دوازد میشه 6 دو 6 تا دوازده تا 24 منهای دوازده میشه دوازده پس هیدروژنمون دوازده هست و اکسیژنمون هم که تعدادش چهار تا خواهد بود و بله فرمول مولکولیش دقیقا همینه پس من این گزینه دو گزینه درست بوده ما بچه برای پیوند کووالانسی و تعدادش هم میتونیم رابطه داشته باشیم و رابطه های ارائه شده مونتا، خیلی پسندیده نیست دیگه که ما دیگه خیلی با سرویس کنیم همین که ما میتونیم فرمول مولکولی رو به دست بیاریم دیگه واسه ما کافیه برای من صد گزینه دو درست بوده ولی بیاید با هم بشم که تعداد پیوند کوانتی بعد الکترون ناپیوندی چقدر است اول از الکترون ناپیوندی شروع بکنم الکترون ناپیوندی من برای اکسیژن چیز دیگه نداریم ما الان یک دو سه چهار جفت داریم که هر کدوم از اینها به قول معروف چهار چهار میشه 16 تا الکترون پس 16 تا الکترون ناپیوندی که قطعا خواهیم داشت تعداد الان پس پیوند کووالنسیمون مون اینجا یه یعنی مقداری بعد شمارش صورت بگیره فقط حواستون باشه که این کربن وقتی هست بچه اینجا ما سه تا هیدروژن داریم باهاش پس میشه یک دو سه تا اینجا مثلا اینجا میشه 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بعد دیگه بعد بشمونیم تا آخر یعنی و حواس اومد باشه که مثلا این کربونی که اینجا داریم یک دو سه تا فقط پیوند پس یه هیدروژن هم اینجا داره اینجا به هم زدی یک هیدروژن داره بنابر این پیشنهاد من اینه که ما حالا میتونیم پیوند رو بشمیم ولی خب نیاز داره تو سال 180 که بخوایم پیوند کوبالنسی رو دونه دونه بشمونیم و احتمال شوهانه خب قطعا خیلی زیاده اگر بخوام تعداد پیوند کوالیسی بشماریم راحت تر بود که فرمول مولکولی رو حساب بکنیم بر ترتیب توی گروه های عاملی معمولا این سوالات مطرح میشه و برای احتیاط اون فرمول رو دیگه ببینید چندین بار تکرار کردم من مخصوصا چند سوال اینجا آوردم که فرمول مولکولی حفظ کنیم که بتونیم رابطه رو داشته باشیم و نیاز به حفظ کردن نباشه اینقدر تکرار بکنم که تو ذهنتون بمونه امیدوارم که این فرمول بتونید استفاده کنید چون خیلی کار سختی هم نداره و به راحتی میتونید از پسش بر پس برای محاسبه فرمول ما میتونیم از این رابطه استفاده کنیم و امیدوارم که باش مشکلی نداشته باشید میریم برای جلسه 20 دو.